با سلام و درود به همیهنان نازنینم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب من اینجا در لس آنجلس نشستم، هوا تقریبا گرمه ولی خیلی خوشایند، صدای پرنده هام از بیرون میاد و اینقدر خوشحالم و به وجد اومدم که میخوام براتون یه برنامه اجرا کنم در رابطه با مناظره دوم دوره دوم انتخابات و میخوام بگم شاهکار دکتر سعید جلیلی رئیس جمهور آینده ما. و در این مناظره ایشون خیلی باحال پاسخ آقای پزشکیان رو داد و پزشکیان رو شست و آویزونش کرد روی بند که سه دور دور خودش چرخید. و خب میخوام بگم که مناظره دیروز یه مقداری همه ما یه خود دماغ شدیم، برای اینکه آقای جلیلی نمیدونست که با چه شخصیتی مواجهه، یعنی یه شخصیتی که شارلاتانیزم و اروگنس به قول اینجایی ها نارسیسیزم یعنی خودشیفتگی اینا در اون خلاصه میشه و هر جایی که پاسخ نداشته شروع میکرد به دروغ و تهمت و پریدن وسط حرف ایشون و چاله میدونی بازی در آوردن و شامورتی بازی در آوردن. و من نمیخوام که این مناظره رو اینجا بخشایش رو پخش کنم، فقط بسنده میکنم به اون بخش پایانی که دکتر سعید جلیلی در واقع جنبندی کرد برنامه‌ای که برای ایران داره و اهدافی که داره و تفکری که داره در رابطه با سیاست‌هایی که قرار اجرا بکنن. و واقعا کیف کردم و شما که وقتی این جنبندی پایانی آقای جلیلی رو ببینین متقاعد میشین که حتما باید رأیتون رو بدین به جلیلی. آقای پزشکیان چیزی برای ارائه نداشت و من حتی نمیخوام جنبندی پایانیش رو بگذارم، برای اینکه یه مش شعر و ور تحویل مردم داد. حالا بگذارین یه خورده حرفامو بزنم درباره این چیزایی که گفته شد. جنبندی من دو ساعت و نیم وقتم رو گذاشتم، نشستم اینو در واقع گوش کردم به این اراجیفی که آقای پزشکیان تحویل دادش و خب نتونستم که نیام برنامه بسازم. راستی یه چیز دیگه بگم، من این برنامه رو ساختم و متوجه شدم که دستم به یه چیزی خورده و قطع شده بود و دارم دوباره اینو میسازم. خب حالا پس شما باید این زحمت رو بکشین که گوش کنین، چون واقعا برای من وقت بردش. خب در صورت آقای پزشکیان به نظر من با چاله میدونی بازی و خودشیفتگی در واقع این برنامه رو پیش بردش، بسیار بی ادب و بی حرمتی کرد. و حالا من میخوام بگم قافیه چو تنگایت شاعر به جفنگایت، اینو قشنگ در این گفتگوها میتونستین شما ببینین و بشنوین. میگفتش که آره ما از 150 تا اقتصاددان بهره خواهیم برد و با اونا مشاوره خواهیم کرد. خب ما میدونیم این 150 اقتصاددان از همون یهودی های مخفی هستن که حتما شما از نظراتشون بهره خواهید برد، همونطوری که در 32 سالی که دولت ها دست شما بوده ما دیدیم. آقای جلیلی رو دروغگو خطاب کرد بارها، پاسخی که نداشتش میزدش به جاده چی شامورتی بازی، حرف اونو تقطیع میکرد. یکی از متدا و ترفنداش بود که حرف آقای جلیلی رو تقطیع کنه که آقای جلیلی موضوع از دستش بره و این یکی از ترفنداییه که همین ستادش بهش یاد دادن که اینطوری عمل کن. و هی میگفتش که مردم دیدین کی تهمت میزنه، در صورتی که در سر تا سر برنامه خودش دروغ گفت و تهمت زد و مردم دیدن. بله آقای پزشکیان مردم دیدن. و یکی این که آقای جلیلی یه عنوان کرد که شما دولت سوم روحانی هستین، خیلی اذیت میشد. و حالا میخوام بگم که اگر که نیستین پس این چیه؟ اینو دم خروستون اینجاست دیگه، این دولت سوم روحانی نیست، اینایی که قراره تو کابینه شما بیان. من این عکس رو بارها نشون دادم تو برنامه هم، یکی از بینندگان نازنین برای من این عکس رو فرستاده. و اینا کیان؟ اینا تعداد زیادیشون یهودیان مخفی هستن. بله اگر که نیسته چرا اگر ریگی به کفشتون نیست و اینا تو کابینه و تیم شما نیستن پس چرا ناراحت میشین؟ هستن دیگه. خب ایشون در موقعی که وزیر بهداشت بود استیضاح شده بود و خوشحالم که جلیلی امروز این رو در واقع مطرح کرد در این برنامه و ایشون رو و این آقای پزشکیان رو نشون سر جاش، برای اینکه دیروز خیلی محافظه‌کارانه صحبت می‌کردن. در صورت هر سخنانی که این آقای پزشکیان داشت بیشتر حرف درمانی بودش، معذرت می‌خوام زر درمانی بود و بی‌حرمتی‌هایی که به سردار دلهامون کرد، به سردار سلیمانیمون کرد دیروز که میگفتش که سردار سلیمانی موی دماغ آمریکا شده و
امروز داشت اونو ماسمالی میکرد، بذاریم بهتون یه عکسی رو نشون بدم. این سردار دلهای ماست، کجا نشسته؟ اینجا داستانش چیه؟ روی یه صندلی شکسته نشسته، داره ابرقدرت ها رو، نقشه های شوم ابرقدرت ها رو خونسا میکنه و این نادان آمریکاست و تو هستی و شما هستین که دارین میگین که سردار دلهامون موی دماغ آمریکا شده. و در ضمن یه نکته، این جریانی که سردار دلهای ما موی دماغ اینا شده، این از کجا میاد؟ این حرفی بودش که خود ترامپ زده بودش، این حرف ترامپه که این داشت اینجا تکرار میکرد. این سردار دلهای ماست. میبینین صندلی شکسته رو میبینین؟ یه صندلی پلاستیکی، یه پایش هم شکسته، نشسته داره اونجا تر میریزه که چیکار بکنه که مثلا دنیا رو از شر داعشی‌ها خلاص کنه یا هر برنامه دیگه ای. خب اینه، امروز داشتش پروسه ماسمالیزاسیون رو شروع کرده بود، حرفایی که زده بوده مردم پریده بودن بهش، ولی در نهایت میدونین چیه؟ در نهایت این تفکرش همونه که دیروز زد بیرون، دوم خروسا اینجا میزنن بیرون دیگه، تفکرش همونه، نمیتونه که پنهان کنه. خب یه نکته دیگه، به همطور که گفتم مرتب تهمت زد و نشون میداد که چقدر خودشیفته است، تهمت باج دادن زد به ستاد آقای جلیلی و به آقای جلیلی و مرتب هم میگفت ببینین چه کسانی تهمت میزنن، خودش تهمت ها رو میزد تو برنامه زنده، بعد چیز میکرد. در صورت آقای جلیلی میدونین که 200 سفرهای استانی داشته، حتی از شهید جمهورم سفرهای استانی بیشتری داشته در مادامی که شهید رئیسی زنده بودن. خب در صورت یه نکته‌ای رو پیش آورد، آره شما از دیوار سفارت رفتیم بالا، نمیدونم به سفارتخونه عربستان سعودی گفتیم بالا چشید ابروه، البته که خوب کاری کردن، اگه این کارو کردن خوب شد اون لانه جاسوسی بسته شد. یه لانه جاسوسی بزرگم داریم به نام انگلیس و هرچی هم که در رابطه با عربستان لونه جاسوسی صهیونیستا و آمریکاست. و هر موقع که حرفی برای گفتن نداشت عصبانی میشد و عصبی میشد. ببینین این برنامه رو خودتون باید بریم ببینین، بیشتر از 2 ساعت و خورده ای هستش. و یه نکته دیگه، اینا هر جایی که کم می آورد چی میشد؟ به حضرت علی و به آیه و سوره و نهج البلاغه و مالک اشتر پناه می برد و آیه می آورد و سوره می آورد. و حالا یه جایی هم که خوشبختانه دم خروسش زد بیرون یادش رفت، بذارید اینو بهتون نشون بدم، خیلی خنده داره اینجا. خب چیه این موضوعش؟ موضوعش اینه که داشتش یه آیه می آورد و یه چیزی می گفت یادش رفت و آقای جلیلی خیلی میخوام بگم که بزرگ منشانه بهش رسوند. حالا بچه ها رفتن اینو کلیپ زدن روش و دارن میگن که تقلب کرد، تقلب آقای جلیلی در امتحان. ببینین نگاه کنین، گوش کنین، ببینین که چطوری بهش میرسونه که چی بگه اونجایی که یادش رفته. آقا وقتی که تو بلد نیستی داری تظاهر میکنی، یا حالا اشکالی هم نداره چه بس و بلدم باشی، ولی چه موردی داره که همش توی یه مناظره سیاسی پناه ببری به قرآن آیه و سوره و نهج البلاغه؟ یه ریگی به کفش شماها هست دیگه. حالا صحبت میکنم، ببینین الان هم میگم حضرت علی تو اون نامه است میگه این نما اماد الدین گوش کنیم یه بازی. گفتم الان هم میگم حضرت علی تو اون نامه است میگه این نما اماد الدین. دیدین چقدر بزرگ منشانه بهش گفت بدون اینکه تأخیرش کنه. یادمونه که امام یه کلیپی رو پخش کردم از امام، الان اینجا ندارم، از امام عزیزمون که میگفت اینایی که از شما مسلمون ترن و نهج البلاغه، چطوری که ایش تو نهج البلاغه رو از من بهتر میدونی؟ خب به من بگو که چرا تو نهج البلاغه رو از من بهتر میدونی؟ و یارو فرار میکنه میره. موضوعش اینه که اون یاروی یهودی مخفی بوده دیگه، درست؟ خب بعد معمولا اینا اینطوری هن، خودشونو پشت نقاب دین قایم میکنن، به مسلمون
نمایی میزنن خودشونو، در صورت بترسین از کسانی که چی خودشونو میخوان به آیه و سوره و نهج البلاغه و حضرت علی پناه میبرن وقتی کم میارن، باید از اینا بترسیم. اینا کیا هستن؟ یه بخششون هم اینان که اینجا نشستن، اینان یهودی های مخفی، اسمشون رو نمیارم کدومشون، ولی در صورت هستن. و حالا چه کسی رو رفتن دنبال؟ یه کسی که اینم این آقا هم از خودش برنامه‌ای نداره، اراده‌ای نداره، چیزی نداره، دانشی نداره که بخواد بیاد کشور رو اداره کنه. اینا قشنگ میتونن دور انگوش کوچیکه خودشون بچرخونن. خب بعدش هم هی مرتب میگفت ببینین مردم اینا کی هستن. بابا مردم دیدن اینا کی هستن، شما که شعور نداری ببینی اونا کی هستن، برو اونو درستش کن. و مرتب روخونی میکرد تو این، دنبال نوتاش میگشت و دنبال صفحه هایی که براش نوشتن، کاغذهایی که حالا نوشتن دادن بهش و بهش گفتن اینو بگو اونو بگو، ولی هیچ اشرافی نداشت. مغلطه میکرد، سفسطه میکرد، تکرار مکررات میکرد، تو حرف مجری هم حتی میپرید، کلیگویی میکرد درباره قیمت‌های حامل‌های انرژی، هیچ برنامه‌ای نداشت، فقط بدون اینکه راه حلی ارائه بده فقط حرف درمانی کرد. مجری هم که خوب گیرش انداخت، گفتش یه بار گفتید می‌خوایم 25 هزار تومان بکنین قیمت بنزینو، حالا شما میگی که نه ما قیمت‌ها رو نمی‌خوایم افزایش بدیم، این چه جوریه؟ حرفی برای گفتن نداشت در واقع. خب بعدش میگفتش که آره می‌بینین که قیمت بورس داره میره بالا، قیمت بورس و بازار رفته بالا از موقعی که مردم فهمیدن شماها میخواین بیاین رو کار. البته که اینطوریه، آخه بورس و بازار و طلا و ارز و اینا همه دست یهودیای مخفیه، دست شماهاست. بعد البته که میان دستکاریش میکنین، بورس الان داره در واقع ریزش میکنه برای اینکه پول از جیب مردم در میاره که مردمو بترسونیم بگین آن اگه جلیلی بیاد این میشه. نه، موقعی که شماها بیاین رو کار اون وقت جیب مردمو خالی میکنین، همونطور که در زبان روحانی کردین. ما دیدیم که چقدر سهام افت کرده شد، چقدر مردم پولاشون رو از دست دادن، چقدر بدبخت شدن، چقدر کسانی بودن که رفته بودن خونهشون رو فروخته بودن، رفته بودن سهام خریده بودن، همشون بی خانمان شدن از دست شما. اون وقت ما که میدونیم شماها در واقع با بورس بازی میکنیم، با ارز و با طلا و با تمام اینا، ما اینا رو میدونیم. آره اگه خودت نمیدونی ما میدونیم. و یه نکته دیگه ای رو هم که میگه، آره هیچ انسانی نباید سر گرسنه بگذاره، اما نگفت چطوری چیکار میخواد بکنه که این انسانها سر گرسنه نذارن. برنامه‌ای واقعا نداشتش برای سر گرسنه انسانها. خب میخوام برم کلیپ دکتر سعید جلیلی رو اینجا پخش کنم و کیف کنیم و از این شاهکارش و از این سخنان پایانیش، جنبندیش که واقعا همه ما رو به وجد میاره و یه تودهنی محکم بود به پزشکیان و این دار و دستش، بریم با هم دیگه گوش کنیم و کیفش رو ببریم. رحمان رحیم. مردم عزیز ایران، دوباره وقت انتخابه، انتخاب بین بازگشت به 8 سال تعطیلی کشور یا امتداد راه شهید رئیسی در احیای کارخانه ها، بین سپردن کشور به محفل های پنهان قدرت یا امتداد راه حضرت امام در اعتماد به توده های مردم. محفل های پنهان قدرت، اینا کی هستن؟ اینا همونایی هستن که پرزیدنت کندی داشت میگفت سیکرت سوسایتی، درست کشتنش، ترورش کردن، سیکرت سوسایتیز، محفل های پنهان قدرت، همون فراماسونه رو، همون یهودی های مخفی هن. حواسمون باشه اینجا باید واقعا امنیتی های ما باید مواظب دکتر جلیلی باشن، داره حرفایی میزنه که اینا در واقع اینا نشستن روی اقتصاد ایران، این گروه و دسته. خب بقیهش رو گوش میکنیم. بین اداره کشور با لابی و گعده های کمایه سیاسی یا امتداد راه رهبر انقلاب در سپردن نقش ها. لابی، این لابی آیپکو که تو آمریکا میشناسیم، اینجا هستن لابی اسرائیلی یهودی، اونجا هم همینه، اونجا هم هستن، اینا هستن. به جوانان خوشفکر خسته از سیاست زدگی ها، بین بازگشت به دوران بهانه ها برای در رفتن از زیر بار مسئولیت یا انتخاب مسئولیت پذیری و تلاش جهادی برای حل مشکلات، بین ترسیدن از اخم کت خدا و تعطیل کردن چرخ کشور یا ایستادن هوشمندانه و فعالانه تا آنجا که دشمن به شکست فاحش اعتراف کند. اکنون زمان اتلاف فرصت ها نیست مردم عزیز ایران، الان وقت نقش آفرینی است.
برای جبران آن 8 سال رکود، 8 سال رشد صفر، رشد منفی، تأخیر تاریخی، برباد رفتن سرمایه ها، نابود کردن فناوری ها و از بین بردن اعتمادها، برای جبران 8 سال بهانه تراشی و فرار از مسئولیت، امان از بهانه ها. می گفتن FATF بدون آن نمی شود واکسن کرونا خرید، اما شد. می گفتن بدون توافق جدید نمی توانیم نفت بفروشیم، اما شد. می گفتن بدون برقراری رابطه با فلان قدرت نمی توان صادرات غیر نفتی را افزایش داد، اما شد و بسیار بیشتر از این خواهد شد. آفرین. می گفتن نمی شود به مردم زمین داد، شد. و بسیاری از بهانه تراشی ها. مردم عزیز، الان وقت برای بهانه تراشی نداریم. یک جهان فرصت پیش روی ماست. با سرگرم شدن به اهداف دمدستی، ترفندهای سیاسی، با دست کم گرفتن این فرصتها و به سخره گرفتن اونها، با نشناختن ظرفیت مردم، این فرصت از دست می رود. من از مسائل شما آگاهم، از مسکن، از گرانی ها، از نگرانی های شما درباره خانواده و جوانانتان، از دغدغه شما برای عزت و اقتدار ایران در جهان. تجربه 35 سال کار من در سیاست خارجی من را به این باور رسانده است که این مسائل با نگاه های دمدستی و طرح‌های شب امتحانی و اینکه بعداً بررسی می‌کنیم حل نمی‌شود. اشراف می‌خواهد، شجاعت ایستادن مقابل فساد داخلی می‌خواهد، شجاعت ایستادن مقابل فشار خارجی می‌خواهد. فساد داخلی باری کلا، برای همین میترسن از جلیلی، برای همینه که کیک افتاده توی یه جایشون و دارن شروع کردن به تخریب جلیلی، برای همین هست که میخواد بیاد ریشه فسادو بکنه، ریشه اینا رو بکنه. خواهد. این وقتی میشود مسائل روزمره رو حل کرد که هدف را جهش گذاشت، جهش در تولید، جهش در نقش آفرینی مردم، در عدالت، در قدرت ایران، در فناوری های پیشرفته، جهش در روابط گسترده و سازنده با جهان و معتل دو سه قدرت نماندن، جهش در فرهنگ و تولیدات فرهنگی. اما این راه حل پشتوانه مردمی میخواهد. هنوز هیچ چیز نشده، فریادهایشان علیه من بلند شده است که من میدانم من به حساب آنها خواهم رسید، به حساب شرکت های دولتی خواهم رسید. آفرین، به حسابشون میرسه، به حساب دزدا. ببینین جلیلی میخواد بیاد که این فساد رو ریشه‌کن کنه. حساب بلخرجی ها و اسراف ها و راندخوری ها خواهم رسید. آفرین. به حضور شما مردم نیاز دارم، با پشتوانه شما به جد این مسائل رو دنبال خواهم کرد. جریانی که حد توانایی ایران رو آبگوشت بزباش میداند و همچون رزمارا که میگفت ایرانی لولهنگ هم نمی تواند بسازد، همچنان در حال تحقیر توانایی های ایران بزرگ است. چگونه میتواند این نگرانی های شما رو برطرف کند؟ با چه نیرویی؟ با چه توانی؟ وقتی اعتقادی به نیروی مردم ندارد، وقتی مردم رو نمیشناسد، وقتی به مردم تکیه ندارد، وقتی که شما جوانان رو جمع میکنید اونها رو به سخره میگیرد، وقتی میگویید جوانان شما هزاران نفر 10 سال نشستن مطالعه کردن اونها رو به سخره میگیرد که اینا نمیفهمند. آفرین آفرین. 36 تا کارگروه اینا رو همه رو این مرتب به سخره گرفت و گفتش اینا چی چیه، این حرفای نمیدونم چی علمی چی چیه میزنی، شما در توهمی. در تمام این مناظره داشت همینطوری تخریب میکرد و این حرفا رو میزد، خودش هم هیچ برنامه‌ای نداشت که ارائه بده، فقط زهر درمانی میکرد. دانشمند است، اون یکی فلان است، از کجا میخواهید بیاورید؟ شما مردمتون رو باور ندارید. وقتی شما موفق میشوید توطئه دشمن رو شکست میدهید، میگویند که نه او خود دشمن نخواست. من کسی نیستم که با مواجهه با اولین مشکل بهانه بیاورم. بله، اینا میخواستن برن بر تمام چیز میزایی که هر چی که ما داشتیم دادن رفتش در هسته ای و اینا، بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته باشه. این همه تحریم، این همه تحریم اینا گذاشتن روی ما، این همه بدبختی برای ما درست کردن. اینا میخوان برن موشکی و پهبادی و منطقه رو بدن بره، میخوان در واقع قدرت ایران و محور مقاومت رو تضعیف کنن. اینا برنامه‌شون تجزیه ایرانه از طریق تضعیف محور مقاومت. و اینه که اینا الان یه جایشون داره میسوزه، بعد جوری داره میسوزه از ترس جلیلی. با اولین داد و هوار دست از مبارزه با فساد بکشم، با اولین تشر و تهدید خارجی جا بزنم، دست از حق مردم ایران برای داشتن فناوری‌های پیشرفته بکشم و عدالت رو ذبح کنم. آفرین. این حرکت بزرگ در لحظه لحظهش نیازمند آگاهی و حمایت و پشتیبانی شماست، پشتیبانی همه شما. هنر مردم ایران،
همه مردم ایران انتخاب های بزرگ است. اختیار یعنی انتخاب بهترین. اختیار با شماست. یک جهان فرصت، یک ایران جهش با ایفای پرشکوه نقش هر ایرانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و فردا مسائل بیشتری رو در مصلی تهران بیان خواهم. خیلی متشکرم. رحمان رحیم. مصلی تهران یادتون نره. ببینین میخوام بگم که این آقای دکتر جلیلی 5 دقیقه بیشتر وقت نداشتش، وقت نمون براش برای جمع‌بندی پایانی، برای اینکه این آقا مرتب پرید تو حرفش، مرتب قطعش کرد و اینطوریش مرتب از تفکرش انداختش بیرون و این یکی از ترفندهایی بودش که استفاده کرد ازش. خب در صورت ایشون در رابطه با توزیع یارانه برنامه‌ای نداشت و تازه میخواست بره با کارشناسان صحبت کنه، در صورتی که آقای جلیلی برنامه‌هایی رو اونجا ارائه داد درباره مسکن. اصلا نمیدونست تو مسکن توی برنامه هفتم اونجا مفادی داره و در واقع اونجا ارائه دادن که چی باید بشه، چه اتفاقی باید بیفته. هیچ برنامه‌ای نداشت و تازه میگفت به من چه ربطی داره، من با کارشناسا میرم صحبت میکنم. بعدش هم جلیلی برنامه هفتم رو براش توضیح داد، میگفت تو نمیدونی. به جلیلی میگفت تو نمیدونی. آقا جلیلی بهش گفتش که خب یکی بگو برنامه هفتم چیه، یکی از اون مفادشو بگو. بلد نبودش. بعد جلیلی که براش توضیح میداد، از اونجایی که آدم متکبر رو در واقع نارسیسی سیسته هی میپرید به آقای جلیلی. در هر صورت میخوام بگم آقای جلیلی براش توضیح داد و موضوع سر اینه که یه بخشی از زمین ها آزاد میشن اونجا که به درد مردم، به داد مردمی که مسکن ندارن میرسه، برای مثلا توزیع زمین. تو برنامه هفتم هست. درباره تورم هم هیچ برنامه‌ای نداشه. میگه دولت بزرگ میشه و خودش تورم ایجاد میکنه. خیلی خوب، اینو همه میدونن. یه بچه کلاس دوم هم میدونه. ولی تو میخوای چیکار کنی؟ چه برنامه‌ای داری که تورم رو در واقع جلوشو بگیری؟ ولی آقای جلیلی اومد گفتش که خب ما میایم حکمرانی ریال رو اونجا در واقع حاکم میکنیم. و البته ایشون نمیذاشت که حرف بزنه آقای جلیلی که چیکار میخواد بکنه، ولی مدیریت ارز رو گفته، شفافیت معاملات، شفافیت مهمه که بدونیم پولا کجا میره، به چی اختصاص پیدا میکنه. خب و میگفتش که آقای جلیلی گفت برنامه‌اش همه آماده است برای اجرا، ولی این از بس که خودش بی برنامه است و هی اتکا میکنه به این یهودیان مخفی اینجا، میگم که یه تعدادشون یهودیان مخفی هستن، میخواد بره با اونا مشورت بکنه. خب در واقع حرف زیادی برای گفتن نداشت در رابطه با واردات خودرو. بازم حرفی نداشت، راه حلی هم ارائه نداد و نمیتونست بگه که برای اینکه واردات خودرو انجام بشه ارزشو از کجا میخواد بیاره. مغلطه کرد و تفرقه رفتش، که البته آقای جلیلی حرفای خوبی زد و چیزی که داشت میگفت افزایش تولید داخلی و واردات و صادرات همراه با صادرات و افزایش تولید خودروهای ایرانی و تمام اینا رو داشت براش توضیح میداد. در رابطه با بازنشستگی هم برنامه ای نداشتش که چیکار میخوان بکنه، ولی میگفتش که آره برای اینکه افزایش حقوق بازنشستگان رو حالا یه کاری بکنیم باهاش یا تراز باشه، میخواد اموال دولتی رو به تاراج بذارن، مثل خصولتی سازی که قبلا کردن، کمر رو دادن به فک و فامیل و این واگذار کردن به یه خروسقندی فروختن و تمام کارخونه ها و تولیدی ها همه اینا بسته شد. دوباره میخوان همون متد رو اجرا کنن، داشت میگفتش علنا تو این برنامه. و در هر صورت برنامه‌هایی که آقای جلیلی داره برای اینکه مشکلات رو حل بکنه، اینا رو چی میخوند؟ توهم میخوندش و مسخره میکرد تو این تمام اینا. و مرتب وقتی هم که در میموند چی میشد؟ میرفت تو حالت دفاعی، شروع میکرد به مجیز گفتن و درباره خودش و تحصیلاتش و که استاد دانشگاه و نمیدونم کجا تحصیلات کرده و چی میدونه و چی نمیدونه. میگن وقتی که در میمونی پناه میبرد به این چیزا، پاسخی نداشت بده. و یه چیز دیگه هم که اینجا تازه من توی مصاحبه، توی مناظره فهمیدم، میگفتش که آره قوانین، بسیار از قوانین پزشکی و یا هر چیزی که توی بهداشت و درمان هست به
از طریق من از زمانی که من اومدم اینا رو آوردن. خب ما میدونیم که این بیمارستان‌های خصوصی و این وضع نابسامان بهداشت و درمان ما که دولت رئیسی سعی کردش که اینا رو ساماندهی بکنه و در واقع کاری بکنه که مردم وضع بهداشت و پزشک و دکتر و بیمارستان اینا بهتر بشه. من تازه فهمیدم که از کجا نشأت میگیره، از ندونم کاری این آقا توی مصاحبه خوب پیدا میشدش، معلوم میشد. در صورت یه چیزی که باید بگم، کلن این سر تا سر این آقا، این آقای پزشکیان از تمام گفتارش بیادبی، بیحرمتی و دروغ، تهمت، بیمرامی و تمام این چیزها رو اینجا میگرفتیم. در صورت که آقای جلیلی یک دفعه هم از ادب و مرام خارج نشد، اصلا به بیحرمتی و بیادبی پناه نبرد. با سند و مدرک و منطق و پشتوانه کارهای اجرایی که داشته، سوابق درخشانش در شورای امنیت ملی که کم پستی نیست، توضیحات داد، توضیحات دندان شکن داد و مشتی بشی به دهان این آدم وراج حراف بودش. خب برنامه هفتم هم براش توضیح داد بدون تکبر، بدون اینکه بخواد تحقیرش کنه، دلیل در صورتی که این یه آدمی بود که مرتب پناه می‌برد به تحقیر آقای جلیلی. خب حالا فکر بکنی یه چنین کسی بیاد بشه رئیس جمهور. و یه چیزی می‌خواستم بگم، این پزشکا معمولا یه آدمایی هستن که بسیار متکبر و فکر می‌کنن که ما تحت آسمون باز شده اینا افتادن پایین و خیلی خودشیفته و متکبرانه هستن و غرور خرکی دارن برخیشون، نمیگم همه، ولی اینو قشنگ تو این آقای پزشک شما اینجا تو این مناظره مشاهده میکردین و میشنیدین. و در هر صورت اینا از اومدن آقای جلیلی روی کار میترسن، چون میخواد بره دنبال زدن ریشه فساد که سرش کجاست. سرش یهودیان مخفیست، اینجا نشونتون دادم. اینا فقط یه چندایشون اینجا هستن، بقیهشون پشت صحنن و اینا امید دارن که بتونن این پزشکیان که چیزی از خودش نداره برای ارائه و میتونن دور انگشت خودشون بچرخوننش، اینو بیارن که دیگه در واقع ایرانو بدن بره و تجزیه ایران رو رقم بزنن. برنامهشون اینه. حالا اگر که این پزشکیان هم توی توهم خودش فکر میکنه میاد و میتونه کاری بکنه و ممکنه یه برنامه‌ای هم داشته باشه، بخواد یه کارایی هم بکنه، ولی اون تیمی که دور و برش هستن، اینا امتحان خودشون رو پس دادن، اینا همونان. خب عزیزان من، داستان یه جنبندی بود. من نخواستم کل مناظره رو بذارم، نخواستم مناظره این آقای پزشکیان رو پخش کنم، برای اینکه واقعا ارزش نداشت، حیف وقت ما که بخوایم تلف بکنیم. ولی سخنان طلایی دکتر سعید جلیلی رو شنیدیم. برین جمعه رای بدیم به دکتر سعید جلیلی. ایشون راه درمان و راه علاج و راه حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور، راه علاج در واقع این اختلاف فاحش طبقاتی، مسکن، تورم و در واقع تقسیم عادلانه ثروت و تمام اینا میادش که ایشون بیاد روی کار و باید مواظبش باشن که کسی نیاد ترورش بکنه، برای اینکه میخواد بره ریشه بزنه، میخواد بره ریشه این دزدا و مفسدان و انحصار طلب ها و در واقع تمام اینایی که باعث این فلاکت و بدبختی معیشتی و اقتصادی ایران شدن و مثل اینکه یه گره باز نشدنی شده، میخواد بره اینا رو باز کنه، میخواد بره این گره رو باز کنه. من باور قلبی دارم به آقای سعید جلیلی و میرم رای میدم. شما هم همگی هر چقدر که میتونین جهاد تبیین بکنین، بگذارین که هر کسی که هستش اونام برن و به آقای جلیلی رای بدن. برین و این مناظره رو خودتون ببینین، تو کانال پستش میکنم، ولی واقعا ارزش دیدنم نداره. در پناه حق باشین، به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین. پسند رو یادتون نره، پسند یادتون نره، پسند یادتون نره. با عشق بر عاشقان ایران، در پناه حق باشین.